عزیزان هموطن، فارسی زبانان در هر کجای دنیای بزرگ، دوران سال جدید رو، اوائل سال جدید شمسی رو شروع میکنیم با شادی فراوان، حداقل برای اینکه دوباره در مسیر تازه شدن و نو شدن طبیعت و جان حیات که جان ما هم به اون بستگی داره هستیم. در 61مین برنامه در روان پژوهی قصد دارم که باز هم در مورد رابطه سنت و خرافات سخن بگم و به اونجا برسونم مسئله رو که چه میتوان کرد که ما بتونیم سنتی رو که از نیاکانمون داشتیم، سنتی که دنباله زندگی است، دنباله رفتار آدمی با پیرامون خودش هست، ما در این رفتار، در مرز این رفتار، در حوزه این رفتار، در اقیانوس این رفتار، مثل ماهی که در آب هست، ما در این فرهنگ هستیم، در این رفتار، در این سنت هستیم. چگونه میتوان این سنت رو ضمن حفظ آن قسمتی که به ادامه حیات مربوط میشه و ما رو به جلو میبره، ضمن حفظش از خطراتش باز بمونیم، از عوامل منفی، از عواملی که در واقع بازدارنده است دوری کنیم و به عوامل پیش برنده ما بچسبیم. همطور که بارها صحبت کردیم، در روانکاوی روان رو، انسان رو در حوزه فرهنگی قرار میدیم و این حوزه فرهنگی چنان مهم میشه که طبیعتاً سنت جای بسیار مهم و با ارزشی به خودش میگیره. اما این سنتی که از گذشته آمده و به آینده داره میره، از ما هم عبور میکنه، ما هم عامل انتقال گذشته به آیندهش هستیم، با خودش تازگی ها رو اختراع میکنه، میاره، بارور میکنه فرهنگ آدمی رو و کهنه ها رو میگذاره که مانعش نشه. این که روان انسان، این که روان ما به ویژه ناخودآگاه ما در اون چند سال اول شکل میگیره و اون شکلگیریش رو با خودش میاره، به عنوان تمثیل میگیم مثلا رو که همیشه یک پسر بچه کوچولو یا دختر بچه کوچولو در ما هست. اون کوچولو منظور همون شکلگیری نهاد ناخودآگاه است که در 7-8 سال اول 80% شکلگیری شده با ژن ما، به علاوه آنچه که در اون 7-8 سال مادر، پدر، خواهر، برادر، اون خانواده اصلی به ما دادن، قبل از اینکه بخوایم بیایم در جامعه به عنوان شهروند شروع کنیم زندگی رو با هم کلاسی ها، مدرسه، بعد به ترتیب بیایم بالا و پس از دوران بلوغ وارد جامعه بشیم به عنوان شهروند که مسئولیت پذیر بشیم، اون در واقع تکیه اول، اون پسر کوچولو یا دختر کوچولوی درون ما، اون ناخودآگاه ما، فرهنگ و مبانی فرهنگی رو با زبان درش حک کردن، حک شده، پاک شده نیست، نگه داشته میشه اون وقت، یعنی هرچی که خواهد آمد بر روی اون میاد و به همین دلیل اهمیت سنت هست، این سنت وجود داره، در اونجا حک شده است. اما این سنتی که حک شده از طرف گذشتگان، مادر بزرگها، پدر بزرگها، اونها به پدر مادرهای ما و جلوتر، این طبیعتا مقداری از این سنت برخلاف حرکت به جلوست، یعنی بازدارنده است، این سنتی که مقدارش بازدارنده است و سنتی که مقدارش به ما نیرو میده، توان میده که بریم جلو. این دوتا رو باید از بتونیم از هم جدا بکنیم با تعریف های مشخص و دقیق و روشن. مثال آب لوله کشی آمده بوده در زمانی که اینجور که تاریخ نوشته، وقتی آب لوله کشی میاد و مثلا حموم ها مسئله خزینه ای رو که قبلا بوده
من خاطرم هست شاید شما عزیزان ندیده باشید دیگه حمام های با خزینه، یک حوض بزرگ بود که آبش گرم بود و همه میرفتن اون تو و خب همه جور آلودگی، آب ساکن بود، ثابت بود، همه جور آلودگی داشت. وقتی مسئله برگشت به اینکه آب لوله کشی باشه و خزینه نباشه، یک مقدار زیادی از مؤممین یا خود مردم سنتی در مقابل این مسئله ایستادن. اینجا رو میبینیم که خب چه از نظر علمی، چه از نظر حتی پاکی و پاکیزگی ظاهری، چه از نظر رفاه، استفاده از آب لوله کشی مسلما یک پیشرفته، یک جلو رفتنه، یک حتی حرکت جهشی به جلوست. چگونه میتونن افرادی که به سنت وابسته اند جلوی این حرکت رو بگیرند؟ اینجاست که ما یک مرز پیدا میکنیم و اون مرز رو با اجازه شما اسمشو میذاریم خرافات برای راحتیش. پس در قالب این سنت یک مجموعه ای از فرهنگ با خودش میاد هماهنگه تا برسه به یک نوآوری. در مقابل این نوآوری که اون هم در واقع دستور حیات هست، نوآوری دستوری است که حیات با خودش میاره، دستوری است که از تکامل آمده، ولی همه در مرحله باکتری میماندیم، همه در ته اقیانوس ها میماندیم، به دوزیستی ها نمیرسیدیم، به پرندگان و چارپایان نمیرسیدیم و نمیرسیدیم به هر حال به خانواده میمون ها و طبیعتا به انسان امروز. پس تحول، پیشرفت یک حرکت دائمی زندگی است، در ذات زندگی هست. این از یک طرف. از یک طرف هم نگاه داشتن سنت به عنوان فرهنگ به دست آمده، یه بوده که به دست آمده، این هم زحمت دیگران هست. این دوتا یک جا با هم تضاد پیدا میکنند و این حل این تضاد همیشه باید به نفع حرکت به جلو باشه. و در اینجا خرافات، اینجاست دقیقاً خرافات، خرافات می‌ایسته، خرافات اجازه حرکت به جلو رو نمیده. و این تلاش در واقع مبارزه کسانی که با علم و فناوری و پیشرفت میخوان خرافات رو عقب برونن تا اونجا که ممکنه که به قولی بره دیگه بر نگرده و عملی هم هست. ولی اینجا یک ولی داره و اونی که ما مرز این خرافات و سنت رو کجا میداریم؟ اینجاست که میشه گفت یک نوع اختلاف در بینش هست و این اختلاف در بینش شاید باعث بشه که ما نتونیم دقیق تر ببینیم. به گمان من انسان شناسی، آنتروپولوژی و به ویژه شاخه روانکاوی که بر اون استوار هست با یک نوع نگرش داره میتونه به کمک ما بیاد، میتونه شاخص های رو تعیین بکنه که اون شاخص ها امکان این رو به ما بدن که با این شاخص بسنجید ببینید خرافات هست یا سنتی است که میتونه ادامه پیدا بکنه. این یک موضوع. از موضوع دوم اینه که در سنت بعد از هزاره ها، قرن ها، دهه ها، سنت یک بافت یک پارچه پیدا میکنه، درست مثل قالی، مثل پارچه بافت داره، تو هم رفته، شبکه ها به هم مربوطند، از هم جدا نیستند. مثلا تولید مصر رو اگه بگیریم که خب از ازدواج شروع میشه، قبل از ازدواج خواستگاریست و میره تا تمام مراسم خواستگاری تا شب ازدواج و بعد میره تا تولد اولین فرزند، تمام مراسم سنتی، جهاز، مهر، همه اون چیزی که خب سنت در مناطق مختلف ایران و جهان رعایت میکرده کم و بیش با یک تغییراتی که بستگی عمدتاً به اقلیم داشته، به
نوع زندگی و شیوه تولید و اقلیم اونجا که هست، کوهستان، دشت، جنگل، ولی اینها همه یک مجموعه به هم پیوسته است که یک زبان داره و زبانش همه میدونن، با یک زبان حرف میزنن و این باعث میشه که حتی ما نیاز زیادی به گفتگو و چک و چانه و مذاکره نداشته باشیم، برای مسائلی رو سنت حل کرده از پیش انجامش میده، میره جلو، کارها پیشرفت میکنه. پس این قسمتی است که میشه گفت حیات بر روی این قسمت حرکت میکنه، میره جلو. ولی همین حرکت که ما رو تا اینجا آورده ممکنه با توجه به نهادهای علمی، فناوری‌های تازه با هم استکاک پیدا بکنن، اونجاییست که با هم برخورد پیدا بکنن و این برخورد رو اینجاست در مورد مرز این برخورد و رها کردن خرافات تا کجا میتونه در واقع پیش بره، چه کسی میتونه این مرز رو تعیین کنه، به چه کسی باید اعتماد کرد که این مرز رو تعیین کنه و اجازه بده بگه بشکنیم، اینجا اشکال نداره، خزینه ها رو بشکنیم، آب لوله کشی بیاد، انبارها رو بشکنیم، آب لوله کشی مصرف کنیم، چراغ ها رو کنار بگذاریم، چراغ موشی ها و فتیله ها رو، شمع ها رو و برق رو استفاده بکنیم، تلویزیون بیاد استفاده بکنیم، فرهنگ رو گسترش بدیم و آموزش رو گسترش بدیم و تفریح رو هم گسترش بدیم، اخبار رو هم گسترش بدیم و هم دیگه مربوط بشیم. مثلا تلویزیون میریم، الان تلویزیون های انترنتی هست، تلویزیون های محلی هست، تلویزیون هایی هست که سنفیست، مثلا تلویزیون های کانال هایی که شکار و ماهیگیریست، یه دفعه تمام کسانی که علاقمندن به ماهیگیری رو به دور خودش جمع میکنه، تلویزیون های ورزشی، تلویزیون های راجع به تاریخ صحبت میکنه. به این حجم وسیع ارتباطی رو برای وقتی ما باش روبرو میشیم، اگر اینها رو کنار بگذاریم، خب طبیعتا ما وارد خرافات میشیم. این مرز کجاست؟ مرز این که این خرافات و پذیرش در واقع نوآوری ها. من در نظرم هست که اگر خوب بخوایم به یه شکلی به گونه‌ای منصف باشیم و یک دفعه یک خط بطلان نکشیم روی سنت، برای اینکه مقداری در سنت خرافاتی است که میتونه با علم و بهره‌های علمی ما مقابله بکنه، مناسب‌تر این هست که ما در واقع در مقابل سنت نیستیم، ازش عبور کنیم. این فرمول رو، این صورت بندی رو میپسندم که جامعه خیلی راحت بدون مشکلات فراوان میتونه از سنت عبور کنه و خرافات رو به دست فراموشی بسپاره، ازش نه اینکه جلوش بیسته. در جلو ایستادن، این حرکت جلو ایستادن سنت ممکنه که حتی مظاهر مفید و لازم سنت رو به شکلی هم از بین ببره. این حیف هست، حیف هست که مجموعه فرهنگ گذشتگان ما که نتیجه زندگی خودشون با عوامل طبیعی اقلیمی بوده، نتیجه تلاش هاشون بوده که زندگی رو به جلو ببرن، بسازن، تولید مثل کنن و برسن به اینجا، این مجموعی به نام سنت که درش خرافات وجود داره، به دلیل حضور خرافات جلویش بیستی. شاید مناسب ترین کار اجازه انتخاب به خود این مردم باشه و توجه بکنیم که نیروی جوان بر اساس طبیعتش به نوع علاقمنده، به نوع گرایی علاقمنده، به نوع آوری علاقمنده. کافیست که کمی اجازه بدیم در جامعه که نیروی جوان بتونه امتحان کنه، تجربه کنه و همین امکان تجربه دادن به نیروی جوان هست که انتخابی که به طور متعادل نیروی جوان انجام میده، حتی اگر یه شکلی منحرف بشه بره و برگرده،
این باعث میشه که به تدریج قسمت خرافی سنت از بین بره، برای اینکه در مقابل استفاده در اون مسئله است، روزمرگی استفاده از فناوری و علم با روزمرگی خرافات یه جا برخورد پیدا میکنن. و اون وقت اگر یک مقدار آزادی باشه، امکان باشه، خود این مردمی که محصول این سنت هستن، جوانان که از همین سنت میانیو، خرافات رو خودشون به کنار میذارن و به نسل بعدی منتقل میکنن. و شاید این وظیفه دولت ها نباشه که بخوان با خرافات بجنگن، انرژیشون، نیروشون شاید به یه شکلی از بین میره، بلکه در اختیار گذاشتن نوع آوری هاست، علم جدید هست، اجازه دادن به نسل جوان که امتحان بکنه، وارد مرحله بشه. این رو در استفاده از مجموعه در واقع مدرن ارتباطی، از زمانی که کامپیوترها آمدند و لپتاپ ها آمدند و بعد تمام ارتباطات بر اساس اینترنت به شکل‌های گوناگون وارد جامعه شد که حتی خود تلفن رو هم تقریباً جا گذاشت و اساساً یه مقوله‌ای به نام تلفن وجود نداره و یواش یواش همه چیز از راه این اینترنت به جلو خواهد رفت و طبیعتاً همه چیز میره به سمت تصویری شدن. امکان هست با ژه 4 و ژه 5 می‌بینیم که ما به سمتی می‌ریم، انقدر استفاده از همین دستی هایی که هوشمند، دستی های هوشمند ما که اونها هم هوشمندتر میشن، شبکه های ما از نظر سرعت چند برابر میشن و امکانات پشت این شبکه ها به حدی میشه که خود اینها حرکت میکنن و همینطوری که تلفن داره از بین میره دیگه، حالا اگر تلفن در واقع نقشی دیگه نداره، خب خودش از بین میره. این به دلیل این نیست که دولتی آمده، عده‌ای آمدن گفتن تلفن رو بگذاریم کنار، کابلی که تلفن رو بیاره تا مرکز تلفن که از راه اون کابل با یکی دیگه تماس بگیرن، این رو لازم نیست که دولت‌ها مخالفت کنن باهاش، لازم نیست که روشنفکران یک جامعه باهاش مخالفت کنن، این عملاً در استفاده از میده. حالا اگر خرافاتی‌هایی باشند که مقدس کنن خط تلفن رو، طبیعتاً خودشون رو در حوزه مسخرگی قرار دادن. منظور من از این مثال بیشتر این هست که میتوان با جدیت و با افزایش انرژی، نیرو و توان و آزادی به نسل جوان با یک احتیاطی مسلمه که خطری براشون نداشته باشه، اجازه داد که اینها امتحان کنن. و در این امتحان و سعی و خطا هست که انسان همیشه اینطور بوده، در سعی و خطای نسل جوان هست که اینها قسمت خرافات رو عبور میکنن ازش، یعنی قسمت هایی از سنت که نمیتونه سازنده باشه دیگه با زمان و مکان و علم و دانش و فناوری تطبیق نداره، اون از بین میره. چه بیداره؟ یعنی در واقع همون بحثی که طبیعت از خلأ تنفر داره و بالاخره پر میکنه، پس این خلایی رو ایجاد نکنیم از پیش. سنت ها ادامه پیدا میکنن تا اینکه خود جامعه بهترش رو بیابه، علم بهترش رو مطرح بکنه، فناوری ما رو راحت تر کنه، به جای بهتر ببره و به تدریج خودش خشک میشه و به قول معروف میفته. این در واقع رابطه بین ظریف بین سنت و خرافات رابطه ایست که یک کمی در طول زمان حل میشه، برای اینکه خرافات خودش نشان میده، جلوه‌گر میکنه. مشخص ترینش پدیده ایست که امروزه در جامعه داریم میبینیم. به هر حال طبی به نام طب سنتی، طب گیاهی و بعدها به شکل انحرافیش طب اسلامی که خود معممین مدارس
شیعه قبول نداشتن، این اسم رو اصلا قبول ندارن، برای اون طب اسلامی برحو خود این که ریشه داشته همیشه در جامعه بوده، ولی وقتی که طب مدرن از طریق دانشکده های پزشکی وارد میشه و میاد در زندگی مردم، نظام پزشکی تولید میشه در رشته های مختلف، اینها به یک اسباب رسمی مشخص دست پیدا میکنن و اعتماد میشه به این دیپلم هایی که داده میشه. شما پزشکی، شما متخصص چشم هستید و به این دیپلم اعتماد میشه، برای اینکه کسانی که این دیپلم رو دادن امتحان خودشون رو قبلا دادن. پس دیگه مسئله مراجعه به طب سنتی و طب گیاهی و طب اسلامی در سطح کلی جامعه از بین میره. حتی اگر تلاش هایی شد که حتی در طول این 40 سال به شکلی بیایم مسائل انرژی درمانی رو مطرح بکنیم، مسائل طب گیاهی رو مطرح بکنیم، و طبیعتا در جاهای ممکنه یک پاسخهای مختصری هم بده، این رو نمیشه ممکنه شد، استثناءهایی وجود داره، ولی عملا همون آن 80% و 20%، 80% جامعه ما امروز اعتماد دارن به همین طب دانشگاهی، طب اکادمیک، همین طبی که به طب تمام جهان وصله، یک حلقه وصل داره. ولی اون 20% هم که به هر حال مجموعه است، تا حدودی مقدارش از خرافات آمده، مقدارش هم طبیعتا میتونه مفید باشه، میشه استفاده کرد ازش، و خود طب اکادمیک هم به تدریج داره این کار میکنه. طب اکادمیک در حداقل تا اونجایی که من اطلاع دارم در فرانسه طب سوزنی رو اکادمیک کردن، حتی به دنبال این مسئله روابط علت و معلولیش هم گشتن، یه مقدار مطالبی هم پیدا شده، ادام پیدا میکنه، اون هم حذف میشه در واقع در طب اکادمیک. یعنی طب سنتی هر منطقه دنیا به تدریج این امکان رو داره که حل بشه، بیاد در طب بین المللی، طب رسمی پذیرفته شده. و در واقع منظور من این هست که در مقوله روان پژوهی هم میشه از این قانون استفاده کرد، و ما یک روان پژوهی عمومی جهانی امروز داریم، و در هر منطقه دنیا هم به هر حال به نوعهایی، به شکلهایی یک جور رسیدگی، یک طب میشه اسمش گذاشت، یک رسیدگی به مشکلات روانی وجود داره، و ترکیب این دوتا شاید بشه قسمت خرافیشو کنار گذاشت، و از قسمتی که عملا با آزمایش، با کار علمی بر روی اون قسمت از روانپژوهی سنتی که وجود داره از اون هم استفاده کنیم. و بیشتر پیامی که من میتونم در این مورد خلاصه بکنم، به نوعی چه به خود استفاده کنندگان این طب در حیطه روان هست، در حیطه روان استفاده کنندگانی که این روان پژوهی سنتی رو استفاده میکنن، یا کسانی که روان پژوهی سنتی رو به کار میبرن در هر دو طرف، به شکلی مرزبندی با خرافاتش رو روشن کنند، و اون قسمتی که میتونه کمک بکنه به روان پژوهی موجود در دنیا، در اون 4 ناحیه‌ای که روان پزشکی، روان شناسی، روان درمانی و روان کاری و ترکیب این هاست، بتونه مؤثر و مفید واقع بشه. چنان که مثلا در هند ما یک پزشک جسم داریم، یک پزشک روان داریم، و یک پزشک کلمه داریم. این 3 پزشک هستن. خب میتوان به شکلی از تجربیات این پزشک کلمه استفاده کرد که شاید نزدیکترین نوع روانپژوهی سنتی است که میتونه به روانپژوهی عمومی جهان متصل بشه. شب و روز شما خوش.